سنی های تون رو در پاکستان روز به روز بر دامنه حملات و عملیات های تروریستی خود علیه طیف های مختلف می عفضایند. آنها نیز مانند دیگر هم مسلکان تروریستی خود یعنی داعش، القاعده، جبهه نصر، طالبان به زن و مرد، پیر و جوان، کودک و غیره کودک رحم نمی کنند. شیعیان و پیروان اهل بیت اسمت و تعالیت علیه در پاکستان نیز از قربانیان اصلی جنایت های این سونی های تون رو به شمار می روند که جدیدترین جنایت آنها علیه این شیعیان در حمله به مدرسه شیعی رقم خورد همکار عملی اکبری گزارش می دهد. منابع محلی در پاکستان گزارش دادند که در حمله به یک مدرسه شیعیان در پاکستان و به دنبال اولین تیراندازی در آن یک معلم کشته شد حمله دوم نیز به مدرسه تریمنگل رخ داده که در چند کیلومتری محل حادثه اولی قرار دارد در همین راستا سیف الاسلام معاون کمیسر محلی به خبرگزاری رویترز گفت معلمی که در حادثه اول کشته شد سنی مذهب بود در حالی که در حمله دوم شماری از شیعیان کشته شدند در همین حال شبکه بی بی سی گزارش داد معلوم نیست که آیا حادثه دوم واکنشی به حادثه اول بوده است یا خیر به گزارش خبرگزاری رویترز مقام های پاکستانی روز پنج شنبه اعلام کردند در پی تیراندازی در مدرسه ای در شمال غربی این کشور هفت معلم کشته شدند به نظر میرسد این حمله در تلافی حمله ساعتی قبل از آن باشد که به جان باختن یک معلم همراه بود روزنامه دان پاکستان گزارش داده که دو درگیری مسلحانه جداگانه در این منطقه دست کم هشت کشته به جا گذاشته است یک مقام محلی پلیس به این روزنامه گفته که در پی تیراندازی نخست که یک معلم کشته شد حمله دوم به مدرسه تاری منگل رخ داده است که در چند کیلومتری محله حادثه اولی قرار دارد بیشتر جمعیت این منطقه قبیله پاکستان شیعه که از سوی شبه نظامیان طالبان محلی که سنی مذهبند مورد حمله قرار می پلیس محلی گفته در حال جمع وری اطلاعات بیشتر درباره این حوادث است. طبق گزارش رسانه های محلی پاکستان سونی های گروه سپاه صحابه در منطقه تریمنگل شهر پاراچنار هفت معلم شیعه را در یک دبیرستان دولتی با تیراندازی به شهادت رساندند به گفته پلیس در پی تیراندازی عناصر مسلح به سمت خودرویی در حال حرکت فردی به نام محمد شریف کشته شد پس از این رویداد افراد مسلح وارد مدرسه شدند و هفت معلم از جمله میر حسین، جواد حسین، نوید حسین، جواد علی، محمد علی و علی حسین را کشتند. تروریست ها پس از به شهادت رساندن معلمان شیعه فیلمی تهیه نموده و آن را منتشر کردند. دانش آموزان مدرسه در حال شرکت در امتحانات سالانه بودند که تیراندازی رخ داد. پلیس گفته که در حال بررسی انگیزه این حادثه است. جو تیوی با اعلام اینکه انگیزه قاتل ها همچنان نامشخص است و معلمانی که در هر دو حادثه کشته شدند متعلق به اقلیت مسلمان شیعه کشور هستند افسود پلیس محلی گفته که در حال جمعوری اطلاعات بیشتر و بررسی این حادثه است عرف علوی رئیس جمهور پاکستان طی پیامی کشدار معلمان مدرسه در شهر پاراچنار را به شدت محکوم کرد و خواستار اقدام موثر نهادهای مجری قانون برای شناسایی و بازداشت عوامل این جنایت شد بلاول بل بوتوزرداری وزیر امور خارجه پاکستان خواستار تحقیق فوری و کامل این موضوع توسط پلیس و دولت شد وی همچنین خواستار مجازات کسانی شد که در پشت این حملات قرار دارند وی افزود چنین حوادثی را نمیتوان به هر قیمتی تحمل کرد و باید از پیشگیری از آنها اطمینان حاصل شود عاصف علی زردری رئیس جمهور اسبق پاکستان با ابراز تأسف از کشته شدن هفت معلم در پاراچنار آن را یک جنایت تروریستی عنوان کرد و گفت جنایتکارانی که در قتل معلمان دست داشتند باید محاکمه شوند شهر پاراچنار مرکز منطقه قبیله کرم که جمعیت عمده آن را شیعیان تشکیل می دهند در شمال غرب پاکستان قرار دارد که در سال 1398 همراه با سایر بخش های مناطق قبایلی به ایالت خیبر پختونخوا الحاق شد که در سال 1398 همراه با سایر بخش های مناطق قبایلی به ایالت خیبر نخوا الحاق شد رخدادهای تروریستی توسط عناصر تکفیری و گرا که در سالهای اخیر غیر نظامیان بیدفاعی در این منطقه را هدف قرار داده باعث شد تا محدودیت های سختی در پاروچنار اعمال شود. علی اکبری اخبار شیعه